دیگه یه صبح دیگه بازم با هم دیگه میریم برای ورزش کردن. یه خورده که چرس کنم. خیلی دیر بیدار شدم امروز صبح. اما مهم نیست. مهم اینه که هر وقت بیدار شم حتما قبل از اینکه ورزشمو انجام بدم کار دیگه ای نمی کنم. پس تا میتونید به فکر این باشید که برنامه بذارید. یک، حفظ سلامتیتون. چون تا سالم نباشیم نمیتونیم به برنامه های دیگه‌مون برسیم. اگر که شما عادت کنید هر روز ورزش کنید و به خصوص به جوانا ترا بگید که میشه هر روز ورزش کرد و تشویقشون کنید به هر روز ورزش کردن، کلی از هزینه هاتون برای اینکه خرج بیماری بکنید کم میشه. و این بزرگترین پس اندازه، چون چیزی که آدمو خیلی خسته میکنه درده، چه درد روحی چه درد جسمی. البته خب درد جسمی خیلی راحت تره، چون آدم مثلا میبینه انگوشش درد گرفته فشارش میده، ولی وقتی که درد روحیه، وقتی که درد روحیه نمیشه کارش کرد. تنها کاری که باید با درد روحی کرد جسم و سلامت نگه داشت، روح و تقویت کرد، بهش هدف داد و رفت جلو. حالا میریم برای ورزش. هر روز گفتم با توپ شروع میکنم. اینقدر با این توپ شروع میکنم و با توپ براتون ورزش میکنم که شما هم عادت کنید و برید یه توپ بگیرید و بعد تاثیر این توپ رو روی سلامتی دستتون، انگشتاتون، مچ دستتون، کف دستتون، حرکت چشمتون و اینکه حفظ تعادلتون که از همه مهمتره، که همه اینا به هم مربوطه، کمک میکنه. توپ داشتن یه حسن دیگه هم داره، تقویت حس لامسه ماست. این حس لامسه ماست که این توپ رو حس میکنه، نگهش میداره و میبینه که باید باهاش چی کار کنه. پس این خیلی مهمه. توپ رو خیلی قشنگ بالا بندازید، پایین نگهش دارید، با چشتون بالا پایینش کنید، سعی کنید که سرتون رو خیلی بالا پایین نکنید، ولی بیشتر با چشمتون این کار بکنید. صبح وقتی ورزش اون رو شروع میکنید حتما 10 بار این حرکت رو میکنید، 10 بار این حرکت و حتما 10 بار این حرکت. همیشه یه طرف بدن ما قوی تر از طرف بدن طرف دیگه است و مهم نیست اون طرف رو هم تقویتش میکنه. چیزی که مهمه ورزش کردن. اینو حتما میرم امروز بادش میکنم که بتونم باهاتون تق 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 نمیزنم. خب بعد از اینکه یه خورده این ورزش رو کردید میریم به سراغ ورزش های دیگه. این خیلی مهمه که ما با حفظ ضمن این که ورزش میکنیم زیر تناسب انداممون هم حفظ کنیم. تناسب اندام با زیبایی اندام فرق میکنه. زیبایی اندام برای خودشون یه معیارایی گذاشتن، من به اون معیارا کاری ندارم. تناسب اندام ما مهمه. تناسب اندام ما، هر کس اندامش با فرم استخون بندیش، با فرمی که بدنش گرفته به مرور زمان تناسب باید پیدا بکنه. قد شما چقدره؟ باید وزنتون چقدر باشه؟ اون هم باز یه معیار 100% نیست، ولی خب باز میشه اون رو معیار داد. ولی اینکه حالا باسنم چه فرم باشه، سینم چه فرمی باشه، بازوام چجوری، همه چیز باید یه تناسبی با هم داشته باشه. ولی اون تناسب رو کم کم توی بدن خودتون با ورزش کردن ایجاد میکنید. موقع ورزش کردن حتما این شکم رو بدید تو، چون وقتی شکم رو میدید تو کمک میکنه ستون فقراتتون صاف بایسه. حتما کف لگن رو ببندید به خاطر اینکه ماهیچه های قسمت های مختلف بدنمون رو ما باید بتونیم نگه داریم و قوی کنیم. اگر بواسیر رو دارید حتما مقعدتون رو بدید تو، بالا فشار بدید و بکشید بالا. به این ترتیب الان تمام این قسمت های من محکم نگه داشته شده. وقتی دارم ورزش میکنم فشار باید کف پای من باشه و زانوی من یه اهرم حرکتی باید باشه. شما هیچ وقت وزن رو روی لگنتون حس میکنید؟ نه، عادت کرده لگن همه وزن رو بندازه پایین. پس وقتی بیاد پایین ما باید ببینیم چجوری این وزن رو تقسیم کنیم تیکه تیکه که به هیچ قسمتی زیاد فشار نیاد. موقعی که بخواییم صبح بدنمون رو گرم کنیم مهمه که کف پا رو بذاری زمین و روی پنجه بلند شید. کف پا رو بذاری زمین و روی پنجه بلند شید. مهمه که پنجه پا رو اینطوری نگه دارید و عکس بچرخ کنیدش. ببینید به این صورت به طرف داخل. بعد بیاد 1 2
سه. دوباره این قسمت، یک، دو، سه. همه قسمت ها رو حرکت بدید. انگشتای پا، شست پاتون رو بذارید داخل، فشار بدید. انگشتای دیگر رو بکشید به طرف بیرون. حالا همه جوری که گفتم، کف پامون رو قشنگ نگه دارید، مچ پاس، ساق پاتون، زانوتون. اگر کف پا رو با زانو، با تعتعای قسمت ها اگر درست قرار بگیره، محالی که فشار زیادی به زانوتون بیاد و زانوتون درد بگیرید. حالا شکم میدیم تو، کف لگن رو میبندید. گفتم اگر بواسیر دارید، مقعدتون رو باید محکم نگه دارید، بدید بالا. این قسمت الان قشنگ گرفته شده. حالا میریم برای ورزش کردن. همه ما توی هر سنی، مگه اینکه خیلی لاغر باشیم، به یه مشکل با بزرگ شدن شکم داریم. این شکم ما خیلی زود بزرگ میشه و خیلی دیر جمع میشه، ولی حرکتی که خیلی بهش کمک میکنه سریع جمع بشه، بره تو، حرکت های دست ماست. ما باید با دست ما خیلی ورزش کنیم. حرکت دست ما توی حفظ تعادل ما، توی کوچکتر کردن شکممون، پهلوامون، تقویت ریه‌مون. به خاطر اینکه وقتی من دستمو میبرم بالا، این قفسه سینه همه رو دارم میکشم بالا، به این قسمت شکمم فشار میاد و وقتی میارم پایین، این پرده دیافراگم به قفسه، به ریه ها فشار میاره. پس حالا یک، وقتی بگیرشم بالا، زانوم رو محکم نگه داشتم، انگشتم هم روی زمین دارم فشار میدم. یک، دو، سه، چهار، پنج، میام پایین، زانوم ول میکنم. دوباره یک، دو، سه، چهار، پنج. ببینید دستم رو میکشم دو طرف. این وقتی میکشید باید این کشش رو به مرور یاد میگیرید. این کشش رو از این وسط قفس سینه حس کنید که دارید دو طرف میکشید. حالا میرم بالا، یک، دو، سه، حالا سه تا، چهار. وقتی میکشم بالا، زانوم محکم نگه داشتم، میام پایین، زانومم رها میکنم. شیش، هفت، انگشتاتونم بکشید. نو، ده. بکشید، بکشید، بکشید. این کشش باید تو همه قسمت های ماهی چایی بالاترتون حس کنید. حالا اینطوری قفس سینه حرکت کرد، درسته؟ حالا باز شکم تو، کف لگن رو ببندید، خودتون رو میگه خودتون رو میکشید بالا بالا بالا. حالا دست اینطوری نگه دارید در امتداد شونتون. یک، دو، سه، یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا یکی، یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دو تا دست با هم، یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا دست ساق نگه دارید، دست رو بیارید پایین. یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا یکی، یک، دو، سه، چهار، پنج. ببینید قفسه سینه تو حالتهای مختلف تمرین کرد. وقتی شما دستتون رو میکشید، دست رو ببرید بالا، ببینید چجوری زیر شکمتون همه داره کشیده میشه بالا. حالا زانوتون رو محکم نگه میدارید، میکشید دست بالا. یک، دو، سه، بعد دوباره یک، دو، سه، یک، دو، سه. حالا دو تا دست، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. هر روز سعی کنیم یه خورده ورزشمون رو تندتر بکنیم. حالا دست رو بگیرید جلوتون، بکشید دست رو بیارید پایین. یک، دو، بکشید جلو بیارید پایین. سه، چهار، پنج. نه متوجه میشید زانو رها میکنم و ول میکنم. هفت، رها میکنم و میگیرم. هشت، نو، ده. حالا یکی دستم، یک، دو، وقتی بیارم بارم میکشم. سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. حالا همجوری حساب بایستدم، دو تا انگشت دستم پامو میذارم جلو، میارم جلو.
انگوشت مامو میکشم اقل شکمم میدم تو کف لگن رو ببندید دوتا دست به این صورت نگه میدارم شونم بالا به طرف پشت ببینید همیشه شون رو بدید بالا و بعد جمع کنید این پشت توست من سعی میکنم یه لباس بروشم یه خوری یلده پشتش باز میشه ببینید که وای چه کتفم رو چجوری به هم دیگه نزدیک میکنم این خیلی مهمه حالا کف دست رو ببرید با سر اقل ولی نه اینکه شونه رو بکشید پایین بدنتون رو بالا نگه دارید بدنمون رو بعد بالا نگه دارید یک دنید قشنگ دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده میکشم پشت زانو بازو حرکت میکنه مهمه که این ماهیچه بازو حرکتش بدم حرکت یعنی زندگی اگر حرکت نکنه خیلی زود شل میشه آب میشه و نمیتونه با کمک بکنه که استخون من حرکت بکنه پس اینو با زرد میزنم اخر حرکت دیگه که برای پشت وقتی شما اینو با زرد میزنید اخر قفسه سینه فرمی که باز میشه متفاوته این فرم باز شدن کمک میکنه سینه شما هم شکل بگیره به خصوص اگر جمعه باشید در هر روز این ورزش رو انجام بدید ورزش دیگه که برای هم دست پشت بردن هست اینه که باز شونم رو میگیرم بالا پشت صافایی میزن حالا دستم به این صورت ببینید به این صورت نگه دارید میشه زاویه چند درجه نمیدونم ببینید به این صورت خب حالا دست رو با زرد ببرید آرنجتون خم نشه ها حالا اگه با زرد ببردید که دستاتون به هم دیگه خوردن چیزی که برای مهمه اینه که شما قفسه سینه رو به طرف پشت باز کنید کشتتون رو جمع میکنید بسته میشه و بعد به این صورت میزنید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده قفسه سینه است و شکم میمونه پس دیدید که این ورزش هم کردید قشنگ بازو دست هر داریم و حرکت میدیم ورزش دیگه ای که باز با دست انجام میدیم برای گوشه کردن شکممونه من خیلی میچرخم نه ببخشید اینه که شست رو بذارید داخل باز انگشت رو به طرف بیرون شکمتون رو بدید تو کف لگن رو ببندید حالا دست رو اینطوری بگذارید رو هم یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده حالا یکی دست یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده حالا دو تا دست با هم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده میبینید که شکم چقدر حرکت میکنه اگر سختتونه که با پاتون حرکت کنید زانوتون رو پاتون رو زیاد حرکت بدید دستتون رو بیشتر حرکت بدید به هر حال حرکت دست بسیار لازمه چون تقویت قفسه سینه است تقویت قفسه سینه تقویت ریه است اگر شما دستتون رو حرکت ندید با تنفستون دچار مشکل میشه حرکت دیگه اینه که دستتون رو در دست خط نگه میدارید باز به این صورت حالا با ضرب بزنید پشت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده این بازوه باز میشه قفسه سینه میره پشت قرار میگیره پس این ورزش ها رو به این صورت انجام میدید حالا دستتون رو بکشید انگشت رو حس کنید که داره میکشه عقب کنار دو طرفتون حالا بچرخید یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده کار دیگه که میتونید انجام بدید برای ورزش کردن همینطور که صاف وایسادید شکم بدید تو کف لگن رو ببندید حالا شکمتون رو هی بچرخونید بالا پایین یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده میبینید مثل موج دریا حالا از شب براز حالا از راست بچرخ این ورزش یه ورزشی که هم مایشای شکم تو هم حرکتش دادی همین که واقعا کمک میکنه
به اینکه به چیز دیگه ای فکر نکنید جز چرخوندن شکم. از راست به چپ، از چپ به راست، از پایین به بالا و بعد از بالا به پایین. خیلی کار سختی ولی کمکتون میکنه برای ورزش دادن شکمتون. حالا کمرتون رو بدید تا دست قرار بدید، دست رو قشنگ فشار بدید روی کمرتون. وقتی میگم دست فشار بدید روی کمرتون یعنی این بند انگشتاتون روی شکمتون فشار، روی پهلوتون فشار بیاد، هم پهلو رو نگه داشتید، شکمتون هم بینید تو همه که این انگشتا رو دارید ورزش میدید. ورزش انگشتای ما خیلی مهمه. شما اگر در انگشتتون نتونه حرکت کنید کم کم قسمت های دیگه هم از حرکت باز میسته و باید حسش کنید. گفتم که حسای پنجگانمون رو باید تقویت کنید. اینو حس کنید، حس کنید هر انگشت رو که میذارید حس کنید زیرش چه چیزی حس میکنید و بعد فشارش بدید. حالا پار به طرف پشت ببرید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. شروع میبرم عقب برای اینکه این باسرم هم جمع بشه عقب و ورزش بکنه. اینطوری هم شکمم هم کشیده میشه عقب، درسته؟ حالا میارمش جلو جلو تا هر جا که بتونید بیایید بالا. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 تا هر جا میتونید بیایید تا اینجا. دستتون رو بگیرید به دیوار حرکتش بدید که نیفتید، ولی موضوع اینه که این پا تا اونجا که میشه بیاد بالا، بیاد بالا و بیاد سر جاش. پا رو حرکت بدید، پا رو حرکت الان، ولی ما دستمون رو بیشتر از پامون حرکت دادید، درسته؟ بعد به پهلو هم حرکت بدید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. حالا شکم تو، کف لگن بسته، خودتون رو صاف نگه دارید، شروع بدید به طرف پشت و بالا. حالا به دو طرف، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ببینید به پهلو خودتون رو حرکت بدید، دو تا پهلو ببرید، 1, 2 این دو طرف حرکت میکنید. الان این سمت فشار میاد جمع میشه، خودتون رو بکشید و بیارید بالا. بعد وقتی وایستادید خودتون رو بکشید بالا، شکمتون رو بدید تو به شستتون فشار بیارید، بعد بیارید این پهلو دوباره به همین صورت. خودتون رو صاف نگه دارید و کشیده. این هم شد برای دوتا پهلو. هر روز ورزش ایستاده که میکنیم ورزش رو دوشکمون انجام میدیم. من از امروز دیگه ورزش رو کامل انجام میدم، ورزشمو میخوام کامل انجام بدم، دست و پامو، و بعد برم دنبال برنامه‌های دیگه کاری. خب حالا میخوابم، دو تا دستم رو میذارم زمین، روی دستم حالت تعلق بلندی دستم رو میچرخونم و به شکمم فشار میارم. وقتی اینطوری میام جلو، انگشتای پامم فشار میدم روی زمین. مهمه که انگشتای پاتون رو حس کنید. حس کردن انگشتای پا کمک میکنه به تقویت ساق پاتون، مرج پاتون و حفظ تعادلتون. فشار بدید روی انگشتای پا. 1, 2, 3, 4, 5. ببینید دستم چیکار میکنم؟ فشار میده، کمک میکنه انگشتای من ورزشش رو انجام بده. حالا بخوابم. حرکتی رو که باید حتما به هر حال من انجام بدم، شما دوست داشتید انجام بدید. اولا موقعی که میخوابید سعی کنید که حتما کمرتون روی زمین صاف قرار بگیرید، به مرور صاف درست میشه. میکنم نشون میده که ستون فقراتتون صافه، رفتی به بزرگ بودن باسن و شکم نداریم و به مرور میتونید تنظیم بشید. حالا دست رو میبریم بالا به این صورت ها نشید. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. یا این کارو میکنیم 10 تا یا به این صورت. 1, 2, 3, 4, 5,
هفت هشت نو ده میام بالا، پشتم کشیده میشه، شکمم بهش فشار میاد، وقتی توی حالتم سعی میکنم کف دگر رو ببندم و انگشتای پامم روی زمین فشار میدم. حالا دستم دوباره میبرم بالا، پامو میکشم، بکشید بکشید، حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هیجده نوزده بیست. وقتی خسته میشید یا خودم خنده بیاره دو تن صورتتون. خب حالا یک دو سه، وقتی دو شرخه میزنید این پاتونم موش پاتونم اینجوری حرکت میده انگار که پاتون روی رکابه. شش هفت هشت نو ده چهارده پونزده شونزده هفده هیجده نوزده بیست. لزومی نداره پاتون رو اینطوری صاف کنید، تا مهم اینه که این ضربه رو بزنید مثل دو شرخه دو شرخه که ما پام رو صاف نمیکنیم که به این صورت باشه. بعد بوسه که پارو به هم بزنیم، یک دو سه شش هفت هشت شکم بدید تو کپ لگن ببندید. من عدتون رو گفتم اگر بواسیر دارید محکم نگه دارید بدید تو این بیستا ببخش بیستا. خب حالا بیستا زبدن، یک دو زبدن رو زبدن بزنید، سه چهار پنج شش هفت هشت نو. میبینید رونمون هم تو حالت های مختلف حرکت میدن، اینطوری زرد بخوره میده. ندیدم نفهمیدم چند تا شد، حالا انجام بدم، یک دو سه چهار پنج. خب حالا جمع میکنم پامو تو شکمم دیر نگه میدارم، یک دو سه چهار، پاس رو جمع کنید، چهار پنج شش دست هم بذارم بزنم، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا پاو بالا نگه میدارم، مچ پاو بچرخونم، پاو صاف، با مچتون بازی کنید هر جوری که میتونید بازی کنید. بعد از پشت پایین مچ پاو ماساژ میدم، شکمم میدم تو پشت زانوی ما، خیلی مهمه برای ماساژ دادن. خب ماساژ بدید، ماساژ 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 ماساژ. حالا اینجا خب حالا بلندش سر دو بلند کنید، پایتون رو نگه دارید، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هیجده نوزده بیست. پشت زانو میمانم، زانو هم بکنم تو شکمم، یک دو سه چهار پنج. حالا خم میشم، میگردم به پهلو، این حرکت ها رو باید هر روز انجام بدید، یک دو یک دو، حالا پشت یک دو، حالا روی شکم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده. حالا میشکم به این صورت، یک دو یک دو، حالا پشت یک دو مجددا، حالا دو تا کار رو با هم بلند میکنم نگه میدارم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده، یک دو سه یک دو سه چهار پنج یک دو سه یک دو سه چهار پنج یک دو سه. اوپس. بعد بلند میشید، این شد ورزش های امروز ما. خب
ورزشتون رو با هر حرکت که دوست دارید تموم بکنید. دوست دارید یه مدت اینطوری صاف بایستید به این صورت. تمرکزتونه، آرامش بهتون میده، حفظ تعادلتونه. متوجه میشید کدوم قسمت بدنتون تعادلش ضعیف‌تر. خب اگر که حالا مجدداً سعی کنید به خودتون فشار نیارید، کم کم تعادلتون رو حفظ کنید و به یه آرامش برسید. اگر فکر میکنید که وقتی چشتون رو ببندید برای حفظ تعادلتون دچار مشکل میشید، چشتون رو باز میکنید. اگر دوست داشتید چشتون رو ببندید و خودتون هم بکشید، هر جوری که میتونید. بعدا میتونید کم کم پاونو اینطوری بذاریم و صاف وایسی به این صورت. اگر میتونید به همین کار رو بکنید. خب اگر میتونید به این صورت وایسی. ولی من فکر کردم شاید براتون راحت تره، گفتم به این صورت هست. در فضای مجازی این عزیزان رو تنها نگذارید. حمایت از کسایی که دنبال داغ دلشون هستن و این پرونده رو دارن در طریق مراجع بین المللی پیگیری میکنن برای همه ماست، فقط برای خودشون نیست. حمایتشون کنید، در این راه سخت تنها نباشن، خسته نشن، ناامید نشن. پناه ما، حضور ما براشون مهمه. لایک کردن، دیدن برنامه هاشون، حتی اگر حوصلتون نمیاد که نگاه کنید، بذارید به چرخ برنامه و بره جلو. همینطور دیدن پیگیری کار دادخواهان و هر جای دنیا که دادخواهی هست، بلند شید و باهاشون همراهی کنید، هم صدایی کنید. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کنید. اول هفته است. هر روزتون پر از بار باشه، پر از برکت باشه، پر از امید باشه، دلتون شاد باشه، کسبتون پر برکت باشه. ممنون از حضور حاضرتون.